با تاریخ دهم ماه حوت سال 1398 که مصادف میشه با 29 ماه فوریه سال 2020، طالبا در دوحه با امریکایی ها گویا پیمان صلح را با یک تمطراق امضا کردند، با تمطراقی که حتی قوای برنده جنگ دوم جهانی که انگلیس و امریکا و فرانسه بود، با همون تمطراق پیمان صلح را با جرمنی شکست خورده امضا نکرده بودند. ببینید بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اونمو که وقتی که گفت نبی و محمد و دیگر 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 اوغان بشاره خود یک مقابل از یا گب زدن میتونه بیرق صفه لا اله الا الله محمد رسول الله پیهم نام الله را میگیریم محمد، تمام چیزایی را که دیگه پشت سر ازی داری و مهم نیست. ادامه دقیق تاریخی ورز زمان استاد که تاریخ که یا لوی دی افتخار ورز ده میگه امروز ای یک روز تاریخی در تاریخ مملکت ماست. بدل میگم میگه بدل از فخری که ما داریم باید آر داشت، اما یا میگه نه این بسیار یک روز تاریخی است. باز پیش میره و یک بیانیه میتکم اونتا که ما انگلیس ها را کشیدیم و جهاد کردیم و روس ها را کشیدیم و جهاد کردیم، امریکای ها را بینیش را ندمی خاک کفار را کشیدیم، مالیدیم و از وطن کشیدیم. در حق او رزده چه زمونگ او ساس و پلرون و نیکون و درس کالم بخی او یو قرن بخی المنزل و چقدر انگریزان لشکست رو او ده روسان لشکست رو. نن لله الحمد موګه چې دغو بچیان یو بالو نونسو کلو شلو کلو جهاد او سرخندنې نه دغه ورځ لماندو چې تاسو به وینئ چې له دې اوس نه یو څو لحظې وروسته به انشاءالله زمونږ د اسلامي امارت قیادت به د امریکایانو اشغالګرو سره د دوی د قواو د خروج او د افغانستان د مجاهدینو د فتح توافقنامه لاسلیک کوي. افغانستان اسلامی امارات زنده باد. افغانستان اسلامی امارات زنده باد. مجاهدین زمونږ ملګری دي، دې ته متوجي وي چې د دې فتح په حال کې مغرور نه سي، داسې اوابل ونه کړي چې هغه خدای نه خسته دي الله پاک د ناراضۍ سبب وګرځي. فتح او نصر ټول د الله پاک له جانبه ده. باز یک نصیحت هم میکنه میگه او مجاهدین که شما مغرور نشین که ما این امریکا را کشیدیم، مغرور نشین، فتح و نصرت از جانب الله است، خدای پیروزی را نصیب ما و شما کرد. ولی توافقنامه را کی امضا کرده؟ ملا برادر. نو انشاءالله و رحمان لوزن به یک صور ساعت ورسته زمانگ مشهر زمانگ رهبر ملا برادر افغان به دقیق توافقنامه دی امریکایان و دی اشغالگر دی خواه و دی خروج
له امریکایانو سره انزوا کوي. فقط یک چند ساعت بعد میگه کلان ما شما، رهبر ما شما، ملا صاحب برادر به خیر توافقنامه را امضا میکنه. ملا برادر، شاید شما حتی نفهمین که ملا برادر کی بوده. تقریبا 7 سال پیشتر شبکه های جاسوسی ملا برادر خواستن که در بیرق افغانستان عکسش چاپ کنن. در ذهن افغان ها بوده که ایتی یک افغان مردانه دمی پاکستان است، ضد پاکستان است، پاکستانی هایی را گرفتن بندی کردن. باز این عکسش بیرو کشیدن که یک نفر در زنجیرها پیچاندن، یک قطع مرد که پنجابی گرفتش، که ما شما فکر کنیم که او چی اقوان مهم ماسته که خدا هم سعی کنیم. این اینال سرازینی آوردن، سرینی یتیم بچه توافقنامه سال را امضا کردن بین که بین امریکا و طالب. مردم در مابین آتش می سوزن. خود امی امریکا $100 میلیون مصرف کرده، یک حکومت متقلب در افغانستان جور کرده. شما میفهمین که حکومت افغانستان خودشان شخصی نماینده رو کردن در دوکو بدن، ما هم باید باشیم. اینا اصلا در مجلس را ندادنشان. باز بعد از او امی توافقنامه که امضا شد، حکومت افغانستان حتی یک طرح از این توافقنامه را، یک نوشته از این را دریافت نکده بود از پیش که ببینه که حداقل چی امضا میشه. بعد از او باز روی از این کار کردن طالبا و امریکایا که این حاله باشیم که امیره به افغانستان هم رایی کنیم که اینی توافقنامه است، تعقیب کوی توافقنامه را غنی، یعنی ایره تا دو سه روز اول بعد از امضام برای غنی رایی نکده بودن، غنی متقلب. اما در حالی که طالبا اتو نشان میتن که گویا ما بینی امریکا ها را در خط سیاه مولیدیم، اینا را این شکست دادیم و حال اینا باید از افغانستان برای، ولی اصل قضیه را از زبان جنرال پاکستانی بشنوین. این را ما در گذشته هم یکی دو ویدیوش ماندیم، حتی 6 سال پیش دفعه اول ماندم که میگفت که مردم میگه پاکستان آیسای در افغانستان دست میزنه، مولوندار دست میزنیم، افغانستان از ما هست، گولد ماین ماست، یعنی معدن طلا ماست افغانستان، ما او را نمیمانیم که کس از پیش شما بگیره. ببینیم که آل همین نفر چی میگه در این روزا مصاحبه است. دیکھیں علی، very very fair, very straight. ہمیں کابل میں رجیم چینج کی ضرورت ہے. وہ سلوک جو ہم نے 80s میں نجیب اللہ کی رجیم کے ساتھ کیا تھا، کابل حکومت سے ہمارے ہم جنگ کرتے رہے، الٹیمیٹلی ہم نے اس کا تختہ الٹ دیا اور افغان مجاہدین کو ہم لا کر کابل پہ ہم نے بٹھا دیا. That has to be done now. میگم ما با حکومت نجیب در جنگ بودیم، سر مجاهدین حکومت نجیب سقوط دادیم، حکومت فعلی افغانستان هم باید سقوط بدیم. That has to be done now. در واقع ما حکومت نداریم، غنی سرپرست ارگ است، تمام وزرا سرپرست، ما وزیر نداریم، تمام جنرال های ما از کار یک سال پیش کشیده شدن. اینا به شرکای خورد است که به احتمال اغلب اکثر جواسیس پاکستان است که امروز دلشکر افغانستان است با عیس جنرال ها. یعنی ما اشغال شدیم. ما چند سال است که به شما میگم که خط دیورن در سر دریای آموز مملکت خلاص شده. این میگه که اینمی رژیم هم که فعلا است، اینمی را ما باید سقوط بتیم. پیش میره دوسرا پوینت که هم دیکلیر پالیسی کریں که انڈیا کو افغانستان میں قبول نہیں کیا جائے گا. اگر انڈین فورسز افغانستان جاتی ہیں تو پھر پاکستان بھی افغانستان میں داخل ہوگا، اور جو ہمارے ایسٹس ہیں افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ پھر ہم انڈیا اور کابل رجیم سے جنگ کریں گے. نقطے دوم میگا این نباید که در افغانستان سا داشته باشه. اگر که این در افغانستان سا داشته باشه، ما هم توسط همی طالبای خودم، یا که میگفت که ما بینی امریکا رو در خاک ماندیم، توسط از یا ماکت این جنگ میکنیم و از افغانستان بیرونشان میکنیم. یعنی که این مینان نوکرای ماستن. یہ دو ڈیکلیئرڈ پالیسیز اب پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے. اشرف غنی اور کابل رجیم سے بات نہیں کی جا سکتی. ہمیں وہ میگے یہ دو پالیسی باید پالیسی مهمترین حکومت پاکستان باشن. و چرا اینا اما تا نرخصن اتن نندازن؟ واقعا وطن ما را گرفتن.
اینان سعی کنین که آقای استانگزای بعد از اینکه امضا کرده توافق نامه را گویا و نمایندگی از پاکستانیا حالا آمده ببینین که چی میگه. جمهور و ما حکومت را هم به رسمیت نمیشناسیم. خب اداره کابلی که حالا فعلا بالای قدرت است، ما موضوع زندانیا را توافق نامه را با آمریکایی ها اجرا کردیم و این ذمه‌واری آمریکایی هاست که بعد 5000 زندانی را قبل از مذاکرات بین الافغانی باید اونا رها بکنن تا 10 مارچ. تا 10 مارچ باز با مذاکرات بین الافغانی ان شاءالله شروع خواهد شد. میگم ما مذاکرات با آمریکا کردیم، توافق نامه سلام با آمریکا امضا کردیم. اونا با ما گفته که 5000 طالب ما که در زندان هاست اعلام میکنن. ما این حکومت افغانستان را به رسمیت نمیشناسیم، غنی را به حیث رئیس جمهور به رسمیت نمیشناسیم، اما این 5000 نفر را میخواییم حکومت کابل اعلام کنه. این امریکایی ها برازی گفته که در گردن ما حکومت کابل نیست، و حکومت خود ماست و او را میگه تا 10 مارچ باید اعلام کنه. باز بعد از اون ما مذاکرات بین الافغانی را میکنیم، یعنی که امریکایی ما با توافق رسیدیم، زور پیش ماست، نفرهای ما را میلاک و حکومتتان به رسمیت نمیشناسیم. بعد از اون ما مذاکرات بین الافغانی برای چی؟ برای چی دیگه بین الافغانی؟ خب کل چیز در دست پاکستان آیسای هست دیگه، بین الافغانی شکی کشیده. خب یک چهار تا جاسوس که در بالاست، خب یه زوکت شما می مردم افغانستان تمامش مثل خدا ناکده ایوان واره افسارشان در دست شما افتیده توسط امریکا پیش میره. اگر رها نکردن رها میکنه، این ذمه‌واری آمریکاست که باید رها کنید. در توافقنامه است نگا حکومت غنی 5000 زندانی را اعلام نکنه چی میگه؟ میکنه ایر امریکا گفتن ذمه‌واری از واسطه. اگر رها نکردن رها میکنه این ذمه‌واری آمریکاست که باید رها کنید. در توافقنامه است یعنی به این معنا که امریکا برازیا گفته که پشت از او گپا را این از این غنی را که ما این یک گوشپلاق کردیم دروازهای زندان باز میشن نفرام برای وام برایان هم غنی یک جسس است، عبدالله دیگه جسس، اینا دیگه جسس هستن. اینا نه یک چیز ما در اینجا بسیار مهمه. دفعه اول که طالبان آوردن سال 1995 بود فکر کنم، او وقت افغانستان تقسیم شده بود، پشتون همین 90-95 فیصدش طرفدار طالب بود، تحصیل کرده به تحصیل و شار دیوانه کلگی طالبا رای سال هست. از پشتون که پس میشدی یک 70-80% مردم دیگه هم میگه فلت طالب خود گمش که دیگه از جنگ خسته شدیم، امینا هم برادرهای مسلمان ماز بخیر بیاین دیگه مملکت ما آرام میشه. اما وقت که آمد مردم فهمید که او بازی خوردیم، یا بتر از کلگی بودن. تا سالی که اینا قدرت از دست دادن سال 2001 مردم دیگه او وقت فهمیدن که از یا که در پس در از این نیست. امریکا متوجه شدن که کتی طالبا نمیشه، ما باید که درون شکل در افغانستان مادن افغانستان بگیریم، مواد مخدرش در کنترل خود داشته باشیم و در عین زمان از نقطه نظر سوق الجیشیان در تصرف و در کنترل می باشه. بنابراین طالبان را به عیس سیاترین و پسترین قوه باید در دنیا نشان می دادن. از این خاطر بود که طالبان تحریک میشن که برن بوتای بامیانه بپرانن. در این ماه مارچ، 19 مارچ در 29 اینا امضا کردن در ماه فبروری و این در 19 مارچ اینا مجسمه های بودا را پرانده بود که در تمام دنیا طالبا به عیس یک پسترین نیرو دیده شد. به خاطر چی؟ به خاطر که قوای خارجی میخواست در افغانستان بیاید. بدون دلیل خود نمیتونست بیاید، باید که یک دلیل باشه. کل مردم دنیا چک چک کرد، روسا چک چک کرد که شکر که آمدین که این طالبای گنده ایتان رو ببرین. دفعه حال که طالب آوردن به نام ازیا بودن که طالب صلح میکنن. بعد از او در 2001 آمدن که طالب باید کشیده شد که یک نیروی سیاه پلید است که در افغانستان سال به امو شما چک چک کردیم، من خودم کردم. این حال آمدن که نه طالب ها بیاین که پس سال بیاین، باز ما چک چک باید کنیم. اما یه دفعه کل مردم چک چک نمی کنن. اول دیگه طالب ها از حمایت و پشتیبانی پشتون ها برخوردار نیست. یه دفعه پشتون ها حداقل 80-90% می فهمن که قوه سیاست، قوه پاکستانیست، قوه شبکه های خارجیست
دیگه سرشان افتخار نمیکنن. مردم دیگه افغانستان خب بیازو که طالبایش دیگه نزدیک نیست. یعنی مردم افغانستان در یک سطح بهتر از نقطه نظر وحدت ملی اگر دیجا ما تلاش بکنیم دست یک کنیم، ما وطن خود میتونیم نجات بدیم از هر وقت دیگه که زیادتر. سعی کن این نفر را که میمانم آقای قاری ایساست. قاری ایسا یکی از طرفدارای سرسخت اشرف غنی بود که امروز نیست. طالب و هر کسی که این پشتون بود ای دیگه سرمه چشم فکر میکرد. نمی خط اول پشتون علایده در چیره تاجک علایده در اومی زد ازبکت ام یار مردم غیر از پشتون در و دشنام میداد. اما امروز گوشاش جرم کرد استاد شد و ما مردم ها ده ها بار ویدیو شرایی کردن. اما در این زمان که از او گپایش بدم می آمد اما ما یک صداقت در اینم یادم می دیدم، یک وطن پرستی می دیدم، هیچ وقت ما بر علیه زی گپ نزدم. امروز سعی کنین که قاضی ایسا یا ببخشین قاری ایسا چی میگه؟ بل طول پختانو بنده غب کومه خدای و قرآن تا او گوری، دیش سپاره تا او گوری، دی علا عرش عظیم تا او گوری، نو دی حیبتی زناوران ترستان و نتاس و رو را لاس وخلی. طول تاجکان و سر مخالف دی، طول ازبکان و سر مخالف دی، طول هزاره و سر مخالف دی، طول اقوام و سر مخالف دی، تاسو پختانو ورته جای ورکړی بیا چې څوک تاسو ته وایي بیا په تاسو باندې بده لګېږي چې وایي موږ پښتنو ته یې دهشتګرد ویلی، وایي موږ پښتنو ته یې انتحاري ویلی، وایي موږ پښتنو ته یې د ترورست ویلی. وروره راواخلئ، په زرو طالبانو کې 999 ستا پښتون د تا په کور کې جای ورکړی، په حجره کې دې جای ورکړی، په مسجد کې دې جای ورکړی، چې ازاري درته وایي در باندې بد لګېږي زه درته وایم. میگه او مردم پشتون خود ما اینه، ما سرتان صدا میکنم. هزاره که میگه سرتان بد میخوره، تاجک که میگه بد میخوره، ازبک که میگه بد میخوره، با میلیاز قرآن، با می 30 سپاره قرآن امیر یک دقت کنین. شما سر هزاره قار میشین، سر ازبک، سر ازی که ما را انتحاری میگه، ما را خواهیم میگه، این مردم دیگه این میگه. اینه ما یک پشتون خودت هستم میگم اتا. اینمی 99% طالبا کیست؟ پشتون ماست. اینمی تو پشتون در مابین حجرت جای میتیش، در خانه جای میتیش، در مسجدت در قلعه جای میتیش. دیگر ها که میگه بدت میگه، اینم ما پشتون خودت میگم که ما طالب پشتیبانی میکنیم پیشتر میره. چه تاجک در توای در بند بد لگی که زی در توای ما، چه ازبک در توای در بند بد لگی که زی در توای ما، پرار من پختون در مور من پختانه در پا اخ بند در توای ما، چه رستاسو پا کنه که پساد در تاسو بینن در بغیر در پا جماعت که جای ورکوی، پا اجره که جای ورکوی. میگه تاجک که میگه سرت بد میخوره، ازاره میگه، ازبک میگه، هر کس که میگه سرت بد میخوره، این ما پشتون استم برات میگم، پدرم پشتون، مادرم پشتون، او بغیر تو این میره جای نمیتیدم، او بین اجره در مسجد در خانه دهید. اینی آغاز از یک هوشیاری مردم، از ملت. ملت شدن اینه تو میشه، ملت شدن اینه ایست که او تو تاجک از این مملکت نیستی، تاجکستان تزه، تو ازبکستان تزه، ای پشتونستان، افغانستان، پختونستان دهی، لرو بر یو دهی. او رای ملت شدن نیست. اینی نفر یک پشتونه، پشتونم پشتون دعاتشه و تنها خودم دوست دارم، مردم خودم اگر قرار باشه که مرم بکشه میکشه، مگر اینه برای پشتون خود میگه، میگه اینه ما شما اینه می خیانت میکنیم و راست میگم وطن پشتونم. اینه نفر دروغ نمیگه، اگر ما بگویم راست میگه سر بد میخور از این خاطر من نمیگم. حالا سعی کنیم یال مرض کرونا آمده. اینی مرض کرونا از کجا آمده؟ از چین. والا دین امریکا مردم حالا از چینایی ها را که ببینه مثل که فکر کنه که افغان انتحاری میکنه، از افغان دور میشه، حالا از مردم چاینا کما که تا خود دورتر میگیرن. به خاطر چی؟ که میترسن که می کرونا از منطقه دنیا آمده. 99% انتحاری برادر پشتونم است. ما راستی میترسیم، هزاره میترسه، ازبک میترسه، میگه والا این پشتون کتون پاکستان است، کتون آیسای است، میکشه. کل پشتون نه، 90% پشتون پاکستان است، سگ باره بعد میبینه. یک تعداد غولایش است که لراوبر میگه او پشتون های پاکستان دو زده میرم، ده دانه کلپ همیجا میمانم، از دوستی به هموطن و از احترام به هموطن پشتون نمیمانم. اما تا دوای میزنن
که لرم که کتبر که داده که لر داده یعنی ما را نمیمانیم. اما خدا از رسم وطن عزیزم که امروز خط دیورن در دریای آموز یعنی میرم از 3-4 سال پیش برای شما گفتم و اولین نفر هستم که گفتم اتان که خط دیورن در پشتش نگرد لالا او را عزیز دادیم و خوبی از ما نبود پشتونستان از ما نبود خاک مردم فروخته بودیم آل تا دریای آمور یا گرفتن اون سایی که او جنرال پاکستانی میگه میگه تا اینمی حکومت متخلب غنی رام نمان چپش کن مثل که حکومت نجیب چپه کدیم دیکی علی very very fair very straight so. همه کابل میں رجیم چینج کی ضرورت ہے وہ سلوک جو ہم نے 80s میں نجیب اللہ کی رجیم کے ساتھ کیا تھا کابل حکومت سے ہمارے ہم جنگ کرتے رہے الٹیمیٹلی ہم نے اس کا تختہ الٹ دیا اور افغان مجاہدین کو ہم لا کر کابل پہ ہم نے بٹھا دیا دیٹ ہیز ٹو بی ڈن ناؤ فلان از وا ای نیس طالبا کیس اون مواس طالب اون مو نوکرای آی اس آی اس حالا از خود پرسان کنم وطن عزیزم کمی توافقنامه سال که امضا شد دمی تو چی کردی ما چی کردم نمیتونستی که استاد چی در چارایی بگویی که امریکا ما بر علیه توافقنامه سال هستیم ایوازه که با طالب سل کردی با مردم افغانستان سل کن که 45 سال است که کشته میریش نمیتونستی حالا در صد مملکت دنیا هستی و لسانش آمده اون مملکت نفهمی این یک دانه ساینک جور میکردی پیش یک تلویزیون میرفتی که زن و سه تا اولاده که خوردت دمی زمستان نمت میلرزیدی اموج استاد میشتی یک کمره در بیت میامد خودت همی کارا میکردی خودت یک نفر نمیتونه که هر کار بکنه یعنی که یک سطل نمیتونی که جنگل آبیاری کنی اما اگه ما یک سطل بگیرم تو یک سطل تو ایواز قدر لاف و پتاق میتونیم سا بگیریم از امی خاطر است که ما سازمان ها جور کردیم افته آینده ما باز اساس نامه سازمان ها میمانم مرام نامه میمانم یک یاد اعضای برجسته شم میمانم کنگره سازمان ما را میمانم که در ماه اپریل است ای بر از این است که ما رئیس از سازمان باشم ما هیچ کاره هستم در یادتان باشه که ما هیچ کاره در او هستم و می باشم بیایی که پلتفرم داشته باشیم یک چیزی که اموجه گرد بیاییم ای را یاد بگیم وطن عزیزم پرچم نیستی شعله ایستی خلقی ایستی خونی ایستی گلبودی نیستی هر کس که هستی امو وطن که می سوزه تو را در نمیتر درت میتر استاد شو بیاد تو پیش و ما در پشت سرت رایی میشیم ای جنگ های مذهبی، جنگ های کمونیستی، جنگ های ازی از ایر ایلاک و به خدا امروز دین ما علایده کارت شده در گلون ما کمونیزم علایده کارت شده در گلون ما کپیتالیزم علایده کارت شده در گلون ما وطن ما در گرفت شما باور کنین که ما روز دیدم یک بچه اک افریقایی را در یک بس افریقایا در موسیقی افغانی رقص میکنه این را ما برتان میمانم آله یعنی ما از یک نگاه خوش شدم از دیگه نگاه آنقدر جگر خوب شدم که گفتم تو سگو که اینی از دسته که ما وارد تمام دنیا شدیم نیم بچه های ما که در لاغرها افتیده در هر جای این مردم های جهان آیست آیست از این نگاه در موسیقی ما بلد شده سر کنین این را؟ La 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 la
امی هفته ما در کنسرت پانکا جداس بودم در سیاتل، امی خواندن چیتیایی امی یک نامه می آیا و یک نامه می آیا از وطن ما، از یک جای دنیا برای وطن ما. یعنی ای بسیار یک آهنگ زیباست که با ما بسیار صدق میکنه، حتی از یک نگاه صدق نمیکنه. این دیا برای کار میرن در تمام دنیا، برای درس میرن، برای درس دادن میرن، برای آموختن میرن، برای بسیار بزنس تجارت میرن. اما ما خواهرت وطن ما در گرفته، خانه ما در گرفته، در تمام دنیا با مشقت آواره شدیم. یعنی همی آهنگزی برای ما احساسات ما بسیار جریه دار کرد. امیرم برتان میمان نگفتن امانه که همیجا یکی از دوستای ما دیدم که ویدیو گرافر بوده، یعنی در مجلس ایندیا که اگر اوان ویدیو گرافر باشه باید که یک تسلط خوب داشته باشه، به نام زبیولای فضلی اینی نمرش هسته. اگر که شما خواستین که در مجالستان ویدیو گرافر باشه در واشنگتن و در آرگان، در سیاتل و در پورتلند، در اینمی ایریا آقای فضلی را از یاد نبرین. بسیار یک معلوم میشد که یک فوتوگرافر و یک ویدیوگرافر باید بسیار خوب باشه. نگفتن اما که ویدیوگرافی در امریکا ارزان نیست که در فکرتان یک 200-300 دلار نباشه، اما در مجال سوالسی و غیره غیرتان میتونین. و چرا به ایلان برش کردم که ایلان ما از کس پیسه نمیگیرم در ایلانات خود، یک چیزی که خوش آمد میکنم. ای آقا اینی بزنس کارت شسته 3 یا 4 سال شده که در امریکا آمده، در 3-4 سال که تو یک بزنسه که خود برات ایجاد کرده باشی، ولا شایسته و مستحق کمک هستی. هر کدام شما که کار داشتین امی آقا رو یک زنگ بزنین، امو پیسه تانو بگانه نکنین، برای هموطن خود بتین.